به نام آفریدگار هستی، باز هم در خدمت شما دوستان و بینندگان عزیز هستیم و بحث امروز را آغاز میکنیم پیرامون بحران هویت در تقاطع نژاد و دیانت. طبق معمول اصطلاحات را که به کار میبریم تعریف میکنیم، خاصتا در رابطه با موضوع بحث ما که نژاد و هویت هستند. نژاد و هویت، از این دو دیدگاه ما بحران هویت را مطالعه می کنیم. نژاد را معمولا به شکل درستش که معرفی می کنن از نگاه علم بشرشناسی به چهار گروه تقسیم می کنند، بعضا هم پنج: نژاد سفید، نژاد سیاه، نژاد زرد و نژاد بین سیاه و سفید، و اینها که معمولا مردم افریقا و اروپا و آسیا و مردم استرالیا، ابوریجنیز یا مردم بومی استرالیا و امریکا را به این گونه تعریف میکنه. یعنی یک تعریف کاملا اجمالی از شکل پوست، رنگ پوست ما انسان ها، یعنی که رنگ قدر به یک سطح بالای تفکیک انسانیت ما رسانیده شده که طبعا بهترین هویت ما هویت انسانی است و باید همچنین باشد. من ترجیح می دهم از انسانیت پایین نیایم، صرف در موارد که با آن ضرورت باشد. ولی روی هم رفته مسئله نژاد که یک عالم بشرشناسی انتروپولوژیست تعریف می کند، با تعریف نژاد که یک عالم سیاسی یا سیاستمدار تعریف می کند متفاوت است. ما در عالم سیاست که البته متفاوت است از عالم علم سیاست، یعنی علم پولیتیشن یا عالم پولیتیشن فرق داره از پولیتیکل ساینتیست. در
در عالم سیاست، در جهان سیاست. نژاد روی هم رفته علامه تبعیض است و این تبعیضات را دیگر در آن تقسیم بندی چهارگانه که به آن بشرشناسان اشاره می کنند به آنجا محدود نمی ماند. اینجاست که نژاد را رنگ های دیگری می دهند و در تفاوت های رنگ های دیگری معرفی می کنند و بعد از آن این رنگ ها را امتیاز می بخشند، امتیازات و برتری، برتری و پایونتری اگر اصطلاح برایش خلق کنیم. و این امتیاز طلبی امتیاز نیست که کسب شود، چون خود نژاد اکتسابی نیست، اختیاری نیست. ما نمیتونیم نژاد خود را برگزینیم که بخواهیم که یک یا دیگر نژاد باشیم، چون زمانی که تعیین نژاد ما در سطح دی این ای در زمان نطفه بندی تعیین می شود، اختیار از ما نیست. پس کسی ما را در همین چارچوب دی این ای بیولوژیکی ما می سازد، کسی که او خود در زمان خلقت خودش، خلقت نطفه‌ای منظورم است، خودش اختیار نداشت. پس هیچ کس در تعیین هویت نطفه‌ای و در انتهایش نژادی سهم ندارد، یعنی اکتسابی هم نیست و اختیاری هم نیست. پس وقتی که چیز اکتسابی و اختیاری نباشد، آیا ما حق ازی را داریم که بالای آن ارزش ها را به گونه تحمیل کنیم که معیارهای برتری و تفوق گرایی و تفکیک پرستی را بالای دیگران بقبولانیم؟ یعنی این که من چون از این نژاد خواست هستم، نژاد من بالاتر از شماست. پس در حیطه سیاست دنیا نژاد صرف برای برتری یا روی هم رفته در رابطه با برتری و تفوق گرایی بالای آن دیگری به کار برده می شود. ما عقلا در سالهای اخیر یا در یک یا دو قرن اخیر این خصلت را در سیاست های دنیا به نام فاشیسم یاد می کنیم. یعنی فاشیسم یک نوع نژاد پرستی است و نشنالیسم یا ملی‌گرایی یک نوع نژاد پرستی دیگر است. تفاوت بین این دو را هم میتونیم که روش بحث کنیم. ملی‌گرایی یا نشنالیسم به ذات خود نژاد پرستی است. البته با اصطلاح نژاد پرستی هم من کاملا موافق به این استم، برای اینکه اگر پرستش واقعی باشد باید از پدیده چون خداوند باشد که قابل پرستش است. ولی هستن ایده که آن خدایان را به سطح پایین تر انسانی می آورند و در عوض خدا پرستی یا ملت پرست میشن، وطن پرست میشن، نژاد پرست میشن و پرستش های دیگری به میان می آید. بنان کلمه پرستش هم به آن معنی دقیق دیانتی و عبادتی نه، ولی در رابطه با گرایش های افراطی در پسندیدن پدیده های اجتماعی و هویت جامعه، این هم نوع پرستیدن است.
پس ملیگرایی یا نشنالیسم خودش در واقع پرستش یک ملت است، به نحوه پرستش یک نژاد است که برای یک کشور هویت ملی می دهند. برای اینکه این مطلب را بهتر بفهمیم باید کمی به عقب برگردیم. ما در قرون وسطا و در دوران قبل از ظهور ملی‌گرایی حکومت هایی که داشتیم، دولت هایی که تشکیل می شد روی هم رفته به نام یک قوم بعضن، ولی به نام یک خاندان مسمى می شد. روی هم رفته به نام یک خاندان، مثلا حکومت غزنوی یا حکومت عباسی یا حکومت صفوی و غیره. این اسمای یک خاندان بودن و در بعض موارد هم اسمای جاها و شهرها بودن. پس حکومت‌های اصلی ما حکومت‌های شهری بودن و حکومت‌های خاندانی بودن. در بعض موارد حکومت‌های قبیلوی هم بودن، ولی روی هم رفته حکومت‌های خاندانی بودن. در آنجا چون انحصار قدرت در حیطه صلاحیت یک خانواده یا هم معمولا خانواده های سلطنتی و خانواده های درباری محدود بود، بنان حکمت ها به نحو شخصی بودن. وقتی که در قرن 16 و 17 در اروپا، زیادتر 17 و پسانتر از آن، این دیدگاه نشنالیستی به میان آمد، بعد از رویداد تاریخی است به نام وستفالیا که در آنجا اروپایان متوجه شدند که حالا که حکومت دیانتی کلیسای کاتولیک و کلیسای ارتودکس را از بین بردن، ضعیف کردن، و حالا که حکومت های خاندانی یا شخصی مثل ناپولیون و بسمارک و هابسبورگ و اینها از بین رفتن، اینها ضرورت ایجاد حکومتی را دیدند که در آنجا منبع مشروعیت نه دیانت باشد، که حکمت های دیانتی کلیسا و اینها بود، و نه یک خاندان باشد مثل هابسبورگ و ناپلیون و خاندان سلطنتی روسیه به طور مثال، نه آنها باشد و نه هم حکمت های در انحصار دکتاتورها یا اشخاص منفردانه باشه. پس این مشروعیت باید انتقال داده شود به مردم. بنان حکمت های را که ساختن، حکمت ها به نام مردم ساخته شدن و کلمه نشنالیزم از ناسیون که کلمه لاتین است گرفته شده و کلمه ناسیون معادل کلمه قوم است و یا در زبان یونانی اثنوس. پس کلمه قوم و کلمه اثنوس و کلمه ناسیون هر سه به یک چیز دلالت میکنند، یک کتله مردم که مربوط به یک نژاد خاص هستند. ولی باز هم چون ذهنیت اروپا محوری که اروپایان خود را برتر از دیگران میپنداشتند، چون این شد که آنها از کلمه قوم یا ترایب که کلمه انگلیسی معادل آن است برای کشورهای افریقایی کار میگرفتند و
کاربرد کلمه tribe یا tribal society, tribal communities, tribal chief را برای آنهایی به کار می بردن که به نظر اینها در سطح پایین تحول و تکامل اجتماعی قرار داشتند. آنهایی که از کاروان مدنیت اروپایی عقب مانده بودند. پس هرگاه از جامعه افریقایی صحبت می کردن، رهبران جامعه افریقایی را به نام ترایب یا ترایبل چیف یاد می کردن، یعنی جامعه قومی. همچنان در امریکا که ملت‌های زیادی در اینجا وجود داشت، باز هم رهبران آنها را به نام چیف یا ترایبل چیف و این گروه ها را به نام ترایبز، اپاچی ترایب و غیره و غیره یاد می کردن. پس اینجا می بینیم که یک ذهنیت تفضیلی موجود بود. افریقایی ها و امریکایی های بومی در پایین ترین سطح بودن، اینها قومیتی بودن در برابر اقوام دیگر یا جامعه دیگر به صورت عمومی، خاورمیانه و آسیا و اینها باز از کلمه یونانی استفاده میکردن، ethnic groups, ethnic tribes or ethnicity مطرح بود، ولی کلمه ناسیون تنها برای اروپایی ها به کار می بردن این کلمه را، و European nations. از اینجاست که خود اصطلاح nationalism هم از کلمه nation استفاده میشه. پس می بینیم که این خودمرکز پنداری های اروپا حتی اصطلاحات زبانشناسی را هم در زبانهای مختلف طور طبیعی می کردن و به کار می بردن که خود انتخاب در کاربرد اصطلاحی که فرض کنیم اصطلاح انگلیسی یا یونانی یا لاتینی باشه، خودش یک محک تفضیل و تفوق گرایی برای اینها بود. پس در اساس نشنالیسم یک قومگرایی است، به این تفاوت که قومهایشان قومهای اروپایی است، چون قوم به اساس رگ و خون و نژاد و رنگ چشم و موی و رنگ پوست تعیین میشد. پس در نژادی بودن ملی‌گرایی هیچ شک در میان نیست. ولی کشورهای غیر اروپایی که یک دو قرن بعد باز هم میخواند که خود را در این جامعه فضیلت و برتری و تفوقگری های اروپایی بنمایانند و البته به شکل ناخودآگاه، ولی در ظاهر خود را پیشرفته محسوب کنند، پس جامعه خود را قومی یا اثنیکی اگر اصطلاح را بسازیم به کار نمی برند، مثلا میگن ما، بلکه از کلمه نشنالیستی استفاده میکنن. و همین کلمه نشنالیستی است که باز هم اصطلاح عربی آن در کشورهای اسلامی زیادتر به کار میبرند. در کشورهای اسلامی ملی از ملت گرفته شده و ملت را معادل نیشن اروپایی میدانند، در حالی که کلمه ملت در واقع معادل کلمه قوم است، به این تفاوت که در دوران حکومت عثمانی این قوم ها را به نام ملت یاد می کردن در تشکیلات نظامی و سیاسی امپراتوری عثمانی و مروج عام گردیده. ولی در واقع پس اگر به اصل بحث خود برگردیم، ملی‌گرایی نژاد پرستی است، هیچ تفاوتی نداره جز این که این نژاد پرستی از طرف حکومت مسلط که باز هم به نام همین ملت خود را حاکم میداند و مسئول میداند، مسئول تعیین هویت ها میداند، آن اونجاست که مشروعیت میبخشند به حکومت
به نام یک قوم یا یک ملت بنان تا زمانی که این حکمت منبع مشروعیتش یک کتله مردم است، این حکمت ملی است و ملی گراست و ملیت نژاد است، بنان این نژاد نژاد پرستی است. در حالات عادیش ما با حکمت ملی گرایی اشکال نداریم، چون مروج عام چنین است که در تشکیلات سیاسی دو سه قرن اخیر معیار و منوال و تعیین کننده هویت ها در تشکیلات دولتی همین کلمه است، کلمه nation states، یعنی ما به نحو تحول کردیم، اگر این را تحول بدانیم، از imperial states، از city states به imperial states به nation states. خب وقتی که در چارچوب nation state ما قرار میگیریم، همون غریزه ها و انگیزه ها و گرایش های درونی ما که در آن ما بین خود و دیگران به خود امتیاز قائل می شویم، این امتیازگرایی از سطح شخصی به سطح جمعی بالا برده می شود. ما در سطح شخصی، به طور مثال، من خود را از شما بالاتر و مهمتر و فوق می دانم. نفسانیت من این امر به من می دهد. ادعا نیست، معذرت می خواهم. ولی اگر همین ادعای نفسانیت فردی من در سطح جمعی تبارز می کند، در سطح جامعه، در سطح یک تشکیل سیاسی، در سطح یک کشور، باز هم من همین بازی را پیش می برم. چون در سطح انفرادی من از شما تفوق و برتری داشتم، من در سطح کشوری هم کشور خود را از همه کشورهای دیگر بهتر می دانم. پس این نفسانیت انفرادی مبدل می شود به وطن پرستی، به ملت پرستی. آیا ضرور است؟ آیا این حقیقت است؟ نه حقیقت است و نه ضرور. و اگر ضرورت هم باشد، ضرورت است به اساس سیاست های جهانی. و در رابطه با آن، در یکی از برنامه های انگلیسی Indigo Firmament بحث کردیم بالای همین مسئله، که تشکیل یک ثقافت warrior culture یا the culture of war، اگر به اونجا مراجعه کنین آن را به تفصیل اونجا گفتیم. ولی ما وقتی که چنین یک فرهنگ و ثقافت را تشکیل دادیم و آن از خود مرکزی فردی ما به خود مرکزی جمعی ما بالاتر برده شد، بعدا در دفاع آن می خیزیم، در دفاع آن می براییم، که باید اول به دیگران به اثبات برسانیم که ما از دیگران بهتر هستیم، و اگر نباشن هم می تانیم که واقعیت ها را طوری توجیه کنیم که این تفاوت گرایی ها را به نحو تبارز دهیم. در اینجا اگر مسئله از رقابت های بین المللی باشد، کار بدی نیست. به طور مثال، اگر مردم ژاپن به حیث یک جامعه ملی و کشوری خود نوع می خواهند در دنیا، در ساحه رقابت با دیگر جوامع برایند، چون اینها متمایز هستند، و اگر این امتیاز خود را
از راه علم، اکتشافات، تولیدات، از راه پیشبرد اقتصاد، از راه ساختن پشتوانه های اقتصادی کشور و غیره و غیره، اگر اینها بخواهند با کشورهای دیگر رقابت کنند، این کار بد نیست، چون یک چیز خلق میکنند، اختراع میکنند، خیر و ثواب و خوبیش هم برای خودشان میرسد و هم به دیگران، یعنی جامعه بشری را به صورت کل، به صورت عمومی بهتر میسازند و در بهبود جامعه بشری این خدمت برای همه است که قابل تمجید است، چرا نه؟ ولی همه جامعه این چنین خصلت هایی ندارند. همین کشور ژاپن در زمان بین دو جنگ اروپایی، جنگ اروپایی را عوض جنگ جهانی استفاده می کنم، چون جنگ های اول و دوم معمولا جنگ های اروپایی بودن و طبعا به جاهای دیگر هم سرایت کردن به هر صورت. پس وقتی که مردم ژاپن آن در آن زمان، در زمان بین دو جنگ، خود را بالاتر از دیگران می دانستند، اینجاست که همین حکومت ملی گرایی یا خصلت ملی، خصلت و هویت ملی نژادی ژاپنی ها به تفوق گرایی گرایید و بالاخره شکل فاشیسم را به خود گرفت و همان فاشیسم بود که چی فجایعی در دنیا، اقلا در قسمت زیاد از آسیا و بحر آرام، اینها به جا نگذاشتند که از فلیپین و برما و از کشورهای مختلف، از چین اینها گرفته، بالای همه تجاوز و تعرض کردند و ما هر دو کلمه را مسئولانه به کار میبرم. ژاپنی ها حیوانیت های خود را نشان دادند در زمان جنگ دوم جهانی و از قربانیانشان در از کوریا و چین و فلیپین و از اینها گرفته، میتونین تحقیق کنین یا بپرسین اگر اشخاص از اون عصر زنده باشن. پس میبینیم که چه تفاوت هایی به میان میاد. از همان انگیزه مشابه که کس خود را از دیگران یا بهتر بداند یا بهتر بسازد. تفاوت بین پیش دوران قبل از جنگ و بعد از جنگ در ژاپن این بود که در هر دو زمان اینها خود را از دیگران بهتر می ساختند، یعنی بیشتر تولید می کنند، چی در صنعت و چی در اختراعات و اینها. ولی در زمان بعد از جنگ دیگر این تفاوت قبلی به جایش نماند. اینجاست که بعد از جنگ ژاپنی ها خواستند خود را از دیگران بهتر بسازند، نه که خود را از دیگران بهتر و فوقتر بدانند. و امین کار سبب شد که امروز کشور ژاپن از پیشرفته ترین جامعه دنیاست، چون اینها خود را بهتر ساختند، نه که بهتر خواندند. دیگران آنها را بهتر می خوانند و می دانند. این حق قضاوت از دیگران است که خوبی های آنها را ببینند، چی در حالات مثل وقایع طبیعی که چند سال پیش در تسونامی که در ژاپن طوفان بحری آمد، دیدند که در این محلات و در این قصبات و دهات ژاپن که اکثرش زیر آب شده بود در این طوفان های بحری به نام تسونامی، هیچ جا کس را ندید که از مغازه و دکان و مارکت چیزی را چور کند یا چیز را برای خود بگیرد بر دیگران نده. اینها همه
در غم همدیگر خود را عملا شریک می پنداشتند و همه با هم کمک می کردند. یعنی در یک حالت بی نظمی که اگر در جامعه دیگه می بود، چون اونجا نظام جامعه بر هم خورد، چون یک واقع طبیعی آمد، اینها باز هم یک نظم را تشکیل دادن و این نظم به اساس همگونی و همدردی و غم شریکی با همدیگر بود. در بسیاری از جامعه چنین وقایعی که میشه، نه تنها که نظم جامعه بر هم میخوره، بلکه مسئله چور و چپاول و کشتار و غارت و اینها یک امر طبیعی است. ما اقلا در امریکا در جاهایی دیدیم که بارها این کار صورت گرفته. پس متمایز ساختن خود در سطح جمعی در یک جامعه کار نهایت مثبت است، ولی در بعض جامعه اگر این کار آمیخته میشه با خود را بهتر دانستن و خود را بالا پنداشتن و تفوق گرایی در خواستن در برابر دیگران، اینجاست که هویت نژادی به تبعیض نژادی تبدیل می شود. چون بحث ما روی هم رفته باز هم بالای هویت است و بحران هویت. زمانی که هویت نژادی به تبعیض نژادی مبدل می شود و بعدا این تبعیض نژادی تبدیل می شود به نژاد پرستی، یعنی در همه این مراحل هویت ها هست، ولی که شما با این هویت چی کار میکنین، این مطرح هست. هویت برای شناسایی یکیست، هویت برای تفاوت گرایی دیگر است، هویت برای تفاوت گرایی در سطح فاشیسم که آن دیگر را حق ندهند اون دیگر چیز است، مراحل مختلفش است. ولی روی هم رفته باز هم بود نژادی آن را نمیتونیم نادیده بگیریم. ما ژاپن را اگر در جایش بگذاریم، میبینیم که ما در امریکا هم امروز در مبارزات انتخاباتی همین مسئله نژاد پرستی است که اوج گرفته در یکی از احزاب که مبارزه میکنند برای در انتخابات سیاسی ریاست جمهوری امریکا، که در واقع هیچ چیزی نیست جز این که ادعاهایی که اینها میکنن همهش در واقع ادعاهای تفاوت پرستی است. We want to make America great. امریکا را از دیگران برتر و بهتر میسازیم. ولی زمانی که ازش میپرسن یا ای که به دور برشان میبینن که منظورتان از کدام امریکاست، امریکای نژاد سفید پوست هاست، برای این که همه مسئولیت ها و گناه ها را به گردن آن امریکایی های میاندازن که یا از نگاه مذهب، یا از نگاه نژاد، یا از نگاه رنگ و پوست، یا از نگاه لسانی که با آن تکلم میکنن، اونها رو شامل نمیسازن. پس این نوع افراطی ترین نژاد پرستی هاست که در علم سیاست آن رو به نام فاشیسم میشناسن. فاشی اصطلاح ایتالیایی است که به یک فکشن یا یک گروه اطلاق میشه و منظور از یک گروه اینجا گروه نژادی است. ما حکومت هایی که قبل از دوران جنگ دوم اروپایی در اروپا تشکیل شد، همه آنها فاشی داشتن یا فکت یا گروه یا دسته های داشتن که دسته های نژادی بودن. حکومت نژادی یا فاشیستی در اسپانیا، حکومت فاشیستی در ایتالیا و حکومت فاشیستی در آلمان. و روی تصادف در مبارزات سیاسی امریکای آن وقت هم
یک جنبش فاشیستی اینجا هم بود که خوشبختانه به قدرت نرسید. ولی حالا تقریبا 80 سال بعد آن ما میبینیم که شاخ و برگی پیدا کرده و قدرتش رو به تزاید است و احتمال انتخابشان هست. این بود بحث ما رو، این که نژاد چی است و نژاد پرستی چی است. ولی دیانت، مسئله هویت دیانت را اگر با این در تقاطبان یا در تضاد مقایسه بان روش بحث میکنیم، دیانت اقلا در اصول انتخابی است، ولی روی هم رفته مسئله ارثی است. ما اعتقادات دیانتی خود را ایره باید تفکیک کنم. یک اعتقاد شخصی است که باورهایی است که در نظم و در چارچوب خاص نیفتیده. اینها به نحو اعتقادهای شکل ناگرفته است، انتقادهای خام است، ببخشید، اعتقادهای خام نه. خام و پختش به معنایی که شما یک باور دارین ولی مطمئن نیستین که چیزی را که باور میکنین درست است، چون بالایش همواره فکر میکنین، یعنی در سطح تشکل واقع میشن. اینها اعتقادات خام هستند. هرگاه به یک حد میرسه که شما این اعتقاداتتان شکل میگیره و به یقین نزدیک میشن، در سطح یقین اعتقاد از اعتقاد خام به اعتقاد پخته تبدیل میشود. منظور در سطح دیانت خامی و پختگی یه اعتقاد نیست. منظور در سطح دیانت این است که اعتقاد تشکل یافته در یک جامعه یا در یک گروه خاص یا نه. پس اعتقاد دیانتی به نحو اعتقاد جمعی است که تمام متفاوت است از اعتقاد شخصی. ما در سطح شخصی به طور مثال باوری که به خدا داریم، خداهای ما در سطح شخصی متفاوتند، چون به نحو زاده ذهنیت ما هستند یا هر برداشتی که ما داریم، چی از کتب آسمانی باشد چی از کتب زمینی، برداشتی که ما داریم از یک اصطلاح پدیده خداوند مربوط به خود شخص است و هیچ امکان ندارد که دو تن در این سطح اعتقاد شخصی برداشت کاملا یک رنگ داشته باشند. میتونن برداشت مشابه داشته باشند ولی نه یک رنگ. اما در سطح دیانت جمعی، ببخشید، در سطح دیانت که اونجا اعتقاد جمعی مطرح است، ما ناگزیریم که یک تعداد ارزش ها را، یک تعداد اصطلاحات را، عبارات را، عبادات را، رسوم و رواج ها را در چارچوب یک کلیت و یک جمعیت ببینیم. مثلا وقتی که ما مسلمان ها بین خود از خدای نام میبریم، خداوند است که در قرآن تعریف شده. یا مثلا شیعیان که از امام علی نام میگیرند، یک مفهوم خاص افاده میکنند که تنها شیعیان میفهمند و میدانند و اعتقاد دارند. یا سنی هایی که از کلمه خلیفه استفاده میکنن، خلفای راشدین به طور مثال، یک مفهوم خاص را افاده میکنه. اینجاست که اعتقاد شخصی در چارچوب اعتقاد دیانتی
چی از ابعاد تاریخی و چی از ابعاد عبادتی و پرستش و اینهاست که اینجا متفاوت میشه. پس ما دیانت ما به نحوه تنها و تنها کار ما نیست، تنها مسئولیت ما نیست، ما با اعتراف یا اظهار نظر در یک اعتقاد دیانتی خود را جز یک گروه معرفی میکنیم. ولی در همین هویت دیانتی که داریم هم نظر به که در کدام جامعه است، در کدام وقت و زمان است، در کدام شرایط است، به گونه های متفاوت تبارز می کند. مثلا در شرایط فعلی ما می بینیم که یک گروه به نام داعش به کارهایی که متوسل می شوند به نام دیانت است، به نام اعتقاد جمعی یک گروه است. این که آن را اسلام بدانیم یا ندانیم مطرح نیست. کاربرد کلمه اسلام برای بهره برداری سیاسی از کلمه اسلام است، ولی عمل کرد در سطح جامعه، در مراوده با مردم، در سطح اعتقادی است، در سطح دیانتی است. و اعتقادی که به طور مثال آنها فکر میکنند که باید همه انسان ها تنها و تنها یک دین داشته باشند و آن هم دین اسلام باشد و آن هم دین اسلام که به اساس تعریف محدود و منحصر آنها باشد. اینجاست که باز هم یک شکل یک دیانت را به خود پیدا میکند. ضرورت نیست که با اشاره کنیم که آیا در بحران واقع است یا نه. طبعا در بحران است و طبعا این مسائل در کشورهای دیگر، در جامعه دیگر، در نظامهای دیانتی دیگر هم به نحو تبارز می کند و ظاهر می شود و دیده می شود. پس در اگر ما همین مسئله دیانت، هویت دیانتی یا هویت نژادی و در رابطه با بحران در هر دوی اینها را مطرح کنیم، میبینیم که در بسیاری موارد با مشکلات مواجه میشیم. البته مسئله این که دیانت انتخابی است یا ارسی فکر میکنم یک اشاره کردم، بازم اگر او را کمک توضیح بدهیم، ما در اصول دیانت را اختیاری و انتخابی میپنداریم، ولی در عمل کاملا برعکس آن تعامل میکنیم. ما دیدیم چند سال قبل که یک افغانی که مسلمان بود مسیحی شده بود، مردم جمع شدند که باید او را بکشند به خاطر ازی که انتخاب کرده بود. یعنی مردم یگانه چیزی را که ثابت ساختن این است که در دیانت انتخاب نیست بلکه دیانت ارثی است، چون این شخص در افغانستان تولد شده بود و مردم افغانستان ادعا میکنند که اینها مسلمان هستند، پس باید هر کس مسلمان باشد و اختیار ندارند، حق ندارند که از دین خود برگردد، به اصطلاح آنها مرتد شود، یعنی دین را رد کند، در حالی که خداوند این حق به همه داده، چون در قرآن به وضاحت میگوید که در راه دین اکراه نیست، جبر نیست. پس اگر جبر نباشد اختیار است، و چون ما خداوند را از روی اختیار می پرستیم، پس باید در آن جبر نباشد، در آنجا مسئله ارتداد نباید مطرح باشد. ولی
روی هم رفته چنین نیست. در جامعه پس رفته، در جامعه عقب مانده، معمولا دیانت را مثل هر چیز دیگر ارثی می پندارند و با آن چنین تعامل می کنند که دیانت ارثی است. پس از این نگاه تفاوت بین هویت نژادی و هویت دیانتی با هم بسیار نزدیک می شود و تقرب می کند. و به طور مثال باز هم در جامعه افغانستان که ما میگیم که ما افغان ها شکر مسلمان هستیم، افغانیت و اسلامیت را پهلوی هم گذاشتیم، بنان چون از نگاه هویت نژادی افغان هستیم که او را به ارث بردیم، پس دیانت هم ارثی شد، پس در هیچ کدامش ما انتخاب نداریم. پس چون انتخاب نداریم در هیچ کدامش، هر دیش جز نقصانیت ما میشه، ما از هر دیش دفاع میکنیم. دفاع به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه ثابت بسازیم که افغانیت ما و اسلامیت ما از دیگران بهتر است. ما افغانستان، افغان ها از ایرانی ها و پاکستانی ها و تاجیک ها و ترکمن ها و عرب و هندی ها از همه بهتر هستند. و ما چون مسلمان هستیم، پس مسلمان ها از مسیحیان و یهودان و هندوها و بودایی ها بهتر هستند. باید مجسمه بودا را از بین ببریم چون دین ما بهتر است. باید یزیدی ها را بکشیم چون دین ما یگانه دین برحق است. یگانه دین برحق است، انحصار هم است. اینجاست که ما در رابطه با این بحران که در تقاطع نژاد و دیانت قرار داده با مشکلات برمی خوریم. پس وقتی که ادعا می کنیم که بهتر هست، دو راه موجود است. یکی باید یا یکی که در عمل ما ثابت بسازیم، مثال ژاپنی ها را که قبلا به او اشاره کردیم، یا ما باید در عمل ثابت بسازیم که افغان ها از ملت های همسایه بهتر هستند. اگر چنین باشد، ما باید از راه علم، از راه اختراعات، از راه کشفیات، از راه تولیدات، از راه خلاقیت‌های دیگری که از راه اقتصاد در بخش اقتصاد و زراعت و اینها به کار برده میتونیم، ما میتونیم به مردم ثابت بسازیم که ما افغان‌ها بهتر هستیم. از روی همین مثال‌ها. ولی اگر نه اقتصاد ما از دیگران بهتر است، نه زراعت و کشت ما از دیگران بهتر است، نه تولید داریم، نه اختراع داریم، نه علم داریم، نه کشف داریم، پس آیا باز هم ادعا کرده میتونیم که ما از دیگران بهتر هستیم؟ شرم‌آور است، نه. چون ادعای بزرگی میکنیم ولی عمل به کوچکی. در عمل کوچکی و کمی و کمبودی خود را به اثبات می سازیم، ولی در گفتار سرآمد زمان هستیم، بهتر از همه جهان هستیم، ما افغان هستیم، شجاع هستیم، با غیرت هستیم و غیره و غیره. خدا کنه این به کس بر نخوره، ولی می تانه که این آینه وجدان شما باشد که در او ببینید. آینه وجدانتان، چرا ما به خاطر همین برتری های که در ذهن خود خلق میکنیم در مقایسه با دیگران است که دیگران را مستحق چیزی نمیدانیم، مستحق داشتن حقوق مدنی نمیدانیم، مستحق داشتن اختیار در انتخاب
راهی که از او را او کس بخواهد به خدا برسد. باز هم ممکن ادعا کنید که من ارتداد را تشویق میکنم. به هیچ صورت نه. من ارتداد را تشویق نمیکنم. من اختیار را که خداوند حق مسلم ما دانسته به ما خداوند اختیار داده، ما حق از این نداریم که چیزی را که خداوند به مردم اعطا میکند ما از آنها پس بگیریم. ما میتونیم هر نوع انسان باشیم، میتونیم افغان هم باشیم، مسلمان و اینها هم باشیم، ولی مسئله برتری باید در عمل باشد نه در گفتار. این مسئله شهامت و غیرت و شجاعت و همه این چیزهای که است، به هر کشور دنیا که شما میرین همه همین چیزها را ادا میکنن، چون مجبور هستند به خاطر آن از آن دفاع کنند. و شما یک از چیز دفاع میکنین که در واقع به آن اعتقاد داشته باشین. شما مسلمان هستین، از اسلام دفاع میکنین. آیا واقعا اسلام به دفاع شما ضرورت داره؟ چیزی که به دفاع ضرورت داره دلالت به ضعف آن میکند. چیزی که به دفاع ضرورت داره دلالت به ضعف آن میکند. پس آیا اسلام ضعیف است؟ و آیا شما واقعا چنین مسلمان هستن که از آن دفاع کنید؟ از روی چی؟ اگر مسئله عباداتتان باشه، عبادات شما با خداست نه با مردم. اگر از روی اعتقاد شما باشه در نظام اسلام، اعتقاد شما شخصی است، به کس هیچ ارتباطی نداره. اگر شما ادعای میکنین که فرض کنیم اسلام دین بر حق است و قرآن کلام خداست و باید به اون توهین نشود، شما اول خود به قرآن توهین نکنید، چون قرآن خودش امر میکند به تعقل، به فراست، به درک، به آگاهی. و زمانی که شما مسلمان به نام باشین نه مسلمان آگاه، آیا خود را مستحق از این وظیفه میدانین که خود را مدافع اسلام بدانین؟ در حالی که شما خود مجهز با لباس اسلام نیستین، مجهز از نگاه علم اسلام، از نگاه دیانت، از نگاه اعتقاد، از نگاه فلسفه و حکمت و فقه و غیره و غیره و غیره. باز اگر شما به چنین سطح بالای علمی ناعلمی آیید و کسی در چارچوب همین مسائل فلسفی و حکمت و علم کلام و عرفان و و غیره و غیره مسئله را مورد سؤال یا احتمال هم تعرض قرار می دهد و شما نظر متفاوت و مغایر و احتمالا هم نظر درستتر داشته باشین و بخواهین که چون من نظر بهتر دارم، من از این نظر، از این دیدگاه دفاع میکنم، اونجا شما حق دارین که آن عالم درباره این مسئله که به دیانت اسلام ارتباط داره چون این نظر داد، من نظر متفاوت دارم، ولی ادعا نکنیم که شما بر حق هستیم. این قضاوت به دیگران مربوط است. شما از نظرتان در رابطه با یک مسئله به طور مثال اسلامی میتونین دفاع کنین به حیث یک عالم، یک فیلسوف، یک فقیه، یک دانشمند، یک عارف. این را ادعا کرده میتونین، اما نگوین که شما از اسلام دفاع میکنین، برای اینکه از یک طرف اسلام نهایتا جامع است مثل هر دیانت دیگر، از طرف دیگر اگر شما ادعا میکنین که
ادای دفاع از اسلام را میکنید، باید شما به همه ابعادی که در چارچوب اسلام و اسلامیت آورده میشه شما باید مجهز باشید که از آن دفاع کنید. و باز هم کلمه خود کلمه دفاع هم ممکن آنقدر ربط نداشته باشه، چرا نظر متفاوت حتمی نیست که تعرض بالای اسلام پنداشته شود. مثلا اگر کسی نظر میدهد که قربانی در شرایط فعلی با آن صورت که اجرا می شود ممکن درست نباشد، یک نظر است، ممکن یک کس نظر متفاوت از این داشته باشه، باز هم حتمی نیست که این را تعرض بپنداریم و بالای و در صدد دفاع آن براییم. پس اگر این قسمت بحث را به نحو جمع‌آوری کنیم، این است که ما بحث ما روی بحران هویت بود در تقاطع نژاد و دیانت، و بحث کردیم بالا این که نژاد و دیانت روی هم رفته، علی رغم این که مسئله انتخاب در دومیش در دیانت مطرح است، اما روی هم رفته به شکل ارثی و میراثی مطرح می شوند و در رابطه با نفسانیت ما افراد، ما از سطح انفرادی دیدگاه خود تفاق پرستی های شخصی خود را آن گونه که بالای دیگران تحمیل می کنیم در سطح اجتماعی، در سطح اجتماع ما به این ذهنیت های نفسانی کلیت می بخشیم و از نژاد خود دفاع می کنیم و از دین خود دفاع می کنیم و از مملکت و اینها دفاع می کنیم. در واقع ما از نفس خود دفاع می کنیم و مثال های زیادی دادیم از شکل تکاملی که در اروپا در دوران بین دو جنگ و تا امروز در ژاپن و کمی هم اشاره کردیم به خاورمیانه، که می بینیم که ذهنیت ها به چگونه حکم فرما و مسلط میشن بر ذهنیت های فردی، بر ذهنیت های عامه، و از آن چگونه بهره برداری های سیاسی می کنند که این بحثش ادامه می دهیم بعدا در برنامه دیگری از نیلگون کمان. و در همین مقطع شما را به خداوند لایزال می سپاریم. روز و شب خوش داشته باشید.